سلام خدمت شما خانم ها آقایون عزیز، یه خوراک ماهیچه میخوام درست بکنم که نمیدونم رو خورش میتونیم بگیم، خوراک بهش میگیم، در نهایت هر چیزی که هست شاهکاره. مقدار پیازی که میخوام استفاده بکنم توش خیلی زیاده، دارید میبینید. قرار خورش بکنم از این دستگاه هم استفاده میکنیم، خیلی راحت. اول پوستاشون رو میگیریم، بعد دو قسمتشون میکنم و میتونید بدون دستگاه هم بزنید، ولی خب با دستگاه راحت تره دیگه. تمام. چشمم سوزون ولی کسری از ثانیه. خب اینو الان میریزم توی قابلمه، قابلمه که زیرش روشنه، توی زودپز درستش میکنم. شما اگه عجله داشتید تو زودپز انتخاب خوبیه. بریزیرش قشن. اینم روغن. حرارت فعلا ملایم رو به کمه. درشم میذارم ولی همینطوری کجی تا نرم شه. تا این دستکارم جمع نکردید این دوتا گوجه رو بزنیم همونطوری با همون دستگاه پورش بکنیم. ولی فعلا میذاریمش کنار. این اینجا بمونه. بریم سراغ بقیه کار. گوشت. این ماهیچه گوساله است. من یکم اینو تمیز بکنم. اول این قسمت های چربی و سفیدیشو یکم بگیرم، بعد برششو با هم ببینید. این اون سایزیه که میخوایم. قبل از اینکه بریم بریزیمشون، ادویه‌هاشم بهتون توضیح بدم. ببینید الان شما میخوای خورش درست بکنی، خودت میتونی بگی که من میخوام مثلا این خوراک رو ببرم سمت ادویه ماسالا، یعنی اون مثل هلو دارچین و میخک. من دلم میخواد الان این غذا یه کوچولو تهمزه منو یاد خورش قیمه بندازه. بنابر این چیزی که میخوام استفاده بکنم توی ندویه و اون کار رو انجام بده با من، دوتا لیموه. که چیکار میکنم؟ اول اینطوری میتره کنمشون. این گوشتای سیاهش رو برمیدارم. این از این، یکم زیره سیاه، یه چند تا دونه فلفل سیاه و الان اینا رو خوب پودرش کنیم. ناکنید قشنگ پودر پودر. خب برای تکمیل کار این چند تا حب سیرم، سه تا دونه است، اینا رو هم میتره کنم، دوباره میندازم تو اون هاونه. اینم یکم نمک که راحت تر خمیرش کنم. وای به به، وای به به، این شاهکاره، این اصلا معجزه میکنه. این بو رو باید بودید میدید. بافتشو ببینید، ناکنید، ببینید چه بافتی داره. یه بافت خمیری عطری ترش نمکی. وای وای وای. خب اول سریع گوشت برن داخل. خمیر سیر و زیره، زردچوبه و یه چیز دیگه که باز هم نزدیکترش کنم به خورشت قیمه‌ای که خودم درست میکنم، سماق. خوب الان قشنگ مخلوطش کنید با حرارت زیاد. قشنگ 20 دقیقه باید بدون اینکه هیچی الان بهش اضافه کنید سرخش کنید. 20 دقیقه. و اما آخرین پارت کار که اون دوتا گوجه رنده شدن، که اینم بیاد توی اون پروسه 20 دقیقه سرخ شدن که روحو بده به این خوراک خوشمزه. بوی نگاش کن، فکر کنم دنبال یه چیز
شاهکار میگردیم. رنگش هم تیره تر هم که خواهد شد. 20 دقیقه. 20 دقیقه سرخش کنیم. میبینید؟ پیازای کاراملی شده، گوشت قشنگ سرخ شده و الان وقت اینه که آب جوش بریزیم توش. در زودپزو ببندیم برای پخت. آبم حتما جوش باشه که اصلا هیچ توقفی توی پخت نشه. بره بره خودش. یکم من برنج براش درست بکنیم. من برنج رو کم میخوام درست کنم، چون این غذایی که الان دارم درست میکنم برای مهمونامه که شب دارن میان اینجا، اونو نزدیک شد دیگه یه برنج 7-8 پیمونه ای هم درست میکنم. اول بریم اینو با آب سرد بشوریمش، بذاریم دم. حرارت زیاد، این آبش، اینم روغنش. من روغن زیتون میزنم، روغن مورد علاقتون رو بزنید. اینم نمکش به جوشه. بره بریدم. بعد از یک ساعت در زودپز رو باز کنید و اینجا رو ببینید. پیازه کاراملی رو میبینید. الان همه چیزش عالیه. نمک فقط یکم زدیم تو اون خمیر سیره. با زعفرون هم میخوام اضافه بکنم. یعنی هم الان باید نمک رو بزنیم هم زعفرون. 10 دقیقه دیگه بجوشه که اینام بره تو خوردش کامل. دیگه نهایه. این از زعفرون. اینم نمک. الان باز دوباره تستش رو میگیریم. ببینیم چه خبره. وای چه عطری. چه عطری. رنگش رو دارید دیگه. رنگ نارنجی که از گوجه و زعفرون اومد رو دارید. اصلا بهتر از این نمیشه. اینجا رو ببینید. رنگ و میزان پخت. نبات. به به. وای به به عجب بوی داره. بذار برنجم بیارم. به به چه کته ای. سلطان کته. سلطان کته. بکشیم. یکم اول برنج زعفرونی درست کنیم. این از برنج. یکم هم زعفرون. قشنگ خوب یه دستش کنیم. بوی چه عطری داره. عاشق این ترکیب برنج ایرانی و زعفرون هم. میبینی؟ قشنگ اینو صاف کنم. میخوام برنج گرد در بیارم دیگه. اینو صافش کنید. این قراره بیاد روی کار. الان برنج سفید میریزم روش. آروم. برنج خیلی با کیفیتی شد. دیگه غیر از این انتظاری هم نمیره. دیگه من دارم درستش میکنم دیگه. میدونی اینا اون تفاوت هاسا. اینا اون چیزایی که دارم میگه. خب برش میگردونم. اینجا رو ببینید دارم. اینطوری و اینطوری. یه چند تام خلال پسته میریزم روش واسه یه تضاد رنگی. خانم ها آقایون اینجا رو ببینید. غلظت سس رو ببینید. حرف نمیتونم بزنم اونقدر خوشمزه است. یکم از این آبش میریزم که حرکت کنه توی بشقاب. و حالا اینجا رو ببینید. یه تیکه. اینم دو تیکه. یکی دیگه. اینم بذارم اینجا. و تم. این دور بشقاب اینا رو قشنگ تمیز کنید با دستمال کاغذی تمیز. وای وای خدا چه خوشگله. اینجا رو ناکنید. مقدار پخت رو ببینید. عین پنیره. عین کره. و وای و وای. یکم از سسش هم بردارم. شاهکاره بوش. با سقف دهن جویده میشه. نگو. چی میخواستم بگم؟ یکی از خوشمزه ترین
واقعا هست آخه، واقعا یکی از خوشمزه ترین گوشتایی که درست کردم. کلا من همیشه گوشت خوب درست میکنم، اگر اینجوری مثل من درست بکنید قشنگ میفهمید من چی دارم میگم. امیدوارم که لذت برده باشید و همین حرکت رو میتونید با مرغ من جام بدید. هیچی، همین. خدا نگهدار خانم آقایون. نواب ابراهیمی بودم، هستم و خواهم بود. خدافظ.